این روزها بحث حکابه ایران در رودخانه هیرمند و صدسازی هایی که در افغانستان در این رودخانه صورت گرفته و روی خوشسالی سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته در کانون افکار عمومی هست در حالی که ما در یک در واقع بخش دیگری از کشورمون یعنی در عرض شاهد صدسازی هایی از سوی ترکیه هستیم که در آینده میتونه ده ها برابر فاجعه زیست و خوشسالی که در هیرمند و سیستان و بلوچستان ایجاد کرده در شمال غرب کشور ما ایجاد بکنه ترچه در قالب طرح داب تعداد قابل توجهی صد بر روی عرس در حال احداث هست برخی از این صدا مثل صد کاراکورت سال گذشته افتتاح شده و حدود سی تا چهل درصد آب ورودی عرس به سمت ایران و ارمنستان و جمهوری آذربایجان رو کاهش داده صدهای دیجی مثل صد سویلماس مرت نارینگلعه و گارسگله در حال احداث است چرا ما باید به عنوان یک ایرانی نسبت به این صدسازی ها حساس باشیم به دو دلیل یکی اینکه تجربه صدسازی های ترکیه در طرح گاب یا همون صدسازی روی دزله و فراد و تأثیری که این صدسازی های ترکیه بر خوشسالی و بیابانزایی در عراق و سوریه داشته مشکلات اقتصادی، مشکلات انسانی، مشکلات بهداشتی، بحثای مهاجرت، بحث تخریب محیط زیست تبدیل شدن پنز ممیز 6 میلیون هکتار از عراضی چشاورزی در سوریه و عراق به بیابان و ما در پروژه در واقع گاب یعنی صدسازیا ها روی دزله و فراد فقط در یک موضوع داریم آسیب میبینیم یعنی بحث حقابه زیست یعنی بحث جرد قبارها، در حالی که سدسازی های ترچیه در عرص ما هر چهار حقابمون یعنی حقابه زیست حکابه حقابه شرب یا شهری حقابه چشاورزی و حقابه صنعتی آسیب میبینه این یعنی این چه در صورت ادامه احداث این صدا چه متاسفانه تعداد آنها مشخص نیست چون روی کرده ترکیه در این موضوع سانسور و بایکوت اخبار سدسازی تا از در واقع مطرح شدن مطالبات افکار عمومی و طرح شدن مباحث حقوق بشری جلوگیری بشه ببینید این سازی ها ضربات و طبعات بسیار متعددی رو برای کشور ما ایجاد میکنه یکی از اینها در واقع کاهش آب رود عرس و به طبع آن به مشکل خوردن سدهایی مثل سد خدافرین در رودخانه عرس خواهد شد ما به طور میانجین در کل چشور میزان وابستگی آب چشور به رودخانه های فرامرزی حدود ده درصده ولی در مناطقی مثل دشت و مقام این به 80 درصد میرسه خب دشت مقام میدونید که حدود 15 درصد در تکمیل زنجیره امنیت غذای ایران نقش داره وقتی چه صد در واقع خدافرین آسیب ببینه آب کاهش پیدا بکنه بحث چش در دشت مغان به شدت آسیب میبینه سرمایه گذاری های که در اونجا شده آسیب میبینه بحث انتقال آب رودخانه عرس که از سال 1392 به صورت زدی شروع شده یعنی انتقال آب عرس به تبریز و از اونجا به دریاچه ارومیه خب اینها مباحثی هستند که نشون میده که در آینده احداث صد روی رود عرز میتونه مشکلات اقتصادی از منظر در واقع کاهش امنیت غذایی بحث مهاجرت از شمال غرب بحث در واقع اقتصادی مشکلات بیکاری و مسائل زیست محیطی و جرد رو ایجاد بکنه نکته جالبی که در این موضوع هست روی چرد زنپوری آزربایجانه علا رقم این زنپوری از ستسازی های ترکیه هم در رودخانه کرا و هم در عرس آسیب میبینه ولی هیچ اعتراضی در واقع به این ستسازی ها نکرده بلکه بعد از آزاد شدن عراضی اشغالی زنپوری آذربایجان بعضی از جریان های آبی چه رودخانه هایی چه از اون مناطق به سمت عرس در واقع سرازیر می شدن توسط باکو مسیرشون منحرف شده زنپوری آذربایجان تلاش داره که در واقع همسو با ترکیه بیشتر روی بهرهبرداری از رودخانه کرا در واقع سرمایه گذاری بکنه و به نوعی در واقع به آبی عرس بی توسحی بکنه در حالی که باکو اولین کشوری بود که وقتی که بحث انتقال آب عرس به دریاچه ارومیه مطرح شد اعتراض کرد یعنی از یه طرف گمجرایانی که توسط باکو حمایت میشن بحث خوش شدن دریاچه ارومیه رو بدون اینکه به کارهای متعددی که دولت در این خصوص انجام داده اشاره بکنن مطرح میکنن و از سوی دیگر با راهکار جلوگیری از خوش شدن که چیش انتقال آب روده بوده جلوگیری میکنن خب طبیعتا صد سازی های ترکیه روی این موضوع تاثیر منفی مضاعفی خواهد گذاشت ببینید این صد سازی ها هم از منظر حقوق بین محیط زیست هم از منظر حقوق بین الملل بشر در واقع نقض قواعد لازم الاجرا و عرفی حقوق بین الملل محسوب میشه بر اساس قواعد لازم الاجرا حقوق بین الملل چشورهای بالا دست برای احداث صد باید سه تا اصل را رعایت بکنن یک در واقع من استفاده زیانبار از محیط زیست دوم بحث استفاده معقول منصفانه و عادلانه از رودخانه های مشترک و سوم بحث اطلاع رسانی به موقع ترچی هر سه تا اصل رو در واقع نقص کرده در پروژه داب و این در شرایطیه که ما در طبعات صدسازی ها روی عرص با بحث حقوق بشر زیست محیطی مواجه هستیم یعنی این چه دسترسی شهروندان ایران در شمال غرب یعنی آذری ها و سایر در واقع شهروندان ایرانی در این مناطق به آب و هوای سالم نگز میشه خب این نقض چون با یک اقدام آمدانه داره صورت میگیره یعنی این سازی ها بر اساس یک برنامه دولتی که در دوره آی اردوغان هم تشدید شده صورت میگیره و دولت ترکیه به خوبی از طبعات این سازی ها آگاه هست خب طبیعتا وقتی که یک اقدام ای، در نقض حقوق بشر صورت بگیره چه تبعات حقوق بشری و در این حال تبعات زیست اقتصادی و بهداشتی داره این به نوعی تروریسم آبی مواجه میشه یعنی این اقدام در واقع همان تبعاتی رو بر شمال غرب ایران داره چه شاید دو گرن پیش سه پیش در تزاوزاتی چه ترکا در عثمانی به مناطق شمال غرب ایران داشتن در اشغال تبریز داشتن و هزاران نفر از آزری های غیور که در این در واقع اشغال ها به شهادت رسیدن و به نوعی در واقع تباطش امروزه به شکل دیجه داره تکرار میکنه و طبیعتا این خوب برای هیچ شهروند ایرانی قابل قبول نیست و امروزه طبیعتا افکار عمومی باید به این موضوع حساس باشن ترکیه داره با در واقع یک نوع هوشمندی تلاش میکنه که اولا این موضوع در نزد افکار عمومی آشکار نشه چون در پروژه گاب وقتی آشکار شد خیلی از شرکت های غربی از پروژه گاب خارج شدن دوم اینکه ترچه تلاش میکنه که ابزارهای فشار ایران یعنی ابزارهای احتمالی فشار ایران رو از بین ببره یکی از ابزارهای ایران وابستگی ترکیه به ایران از منظر ترانزیتیه برای اتصال به آذربایجان برای اتصال به آسیای مرکزی و خرید فارس به خاطر همینه میبینیم که امروزه ترکیه در دوره آی اردوغان از دالان تورانی ناتو که حمایت میکرد به خاطر اینکه در واقع ترهای ترانزیتی خودش رو بتونه با دور زدن ایران انجام بده که ایران نتونه در آینده از بحث در واقع ترانزیتی به عنوان یک ابزار و یک راهکار در واقع پایانی برای در واقع مجبور ساختن ترکیه به رعایت قواعد بدیهی و لازم الاجرای حقوق بین استفاده بکنه